توی این ویدیو به سراغ جدیدترین تحلیل چنل یوتیوب المپیا تیوی از داور مست اولمپیا تریک و همینطور کریس کورمیاری که از بهترین بدنسازان نسل قدیم در مورد بیگرامی و علت سقوط بیگرامی به رتبه پنجمی مست اولمپیا سلام دوستان من علی رضا هستم از کانال تی بی فیتنس قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم این نکته رو بگم که تیم ما قرار هست مسابقه کلاسیک 2023 که حدود 20 روز دیگه قرار هست در اوهایو آمریکا برگزار بشه رو به صورت لایو و گزارش فارسی برای ایرانیان پخش کنه پس من بهتون پیشنهاد میکنم که چنل یوتیوب و صفحه اینستاگرام تیم ای فلیکس فیتنس رو دنبال کنید I heard all kinds of stuff. Flat, uh, you know, uh, all this stuff. I'm not seeing separation here. I'm not seeing the obliques. I'm not seeing the abs. And I've seen Big Rami, who has tremendous separation on his leg. توی ویدیوهای قبلی که من گذاشتم از صحبتهای تویک در مورد هادی چوپان و علت قهرمانی اون بود که لینک اون رو توی کپشن ها میذارم و همینطور این بالا تگ میکنم که میتونید اون ویدیو رو ببینید حالا توی این قسمت از ویدیو به این نظرات این افراد در مورد بیگرامی و یک سری تحلیل های جالبی رو ببینیم اونها در این مورد صحبت میکنن که سقوط بیگرامی از قهرمانی مثل المپیا به پنجمی یکی از بزرگترین سورپرایزهای این مسابقه و همینطور یکی از بدترین نتایجی بود که یک قهرمان مثل المپیا توی سال بعد به دست آورده کریس کورمیر در این مورد صحبت میکنه که همه منتظر بودن که بهترین شیپ بیگرامی رو روی استج مست المپیا ببینن و همه آپدیت ها و تصاویری که قبل از مسابقه از اون منتشر میشد نشون میداد که اون واقعا روی شیپ هست و بدن خیلی خوبی رو داره و همه انتظار داشتن که رقابت مست المپیا سر مقام دومی باشه اما خوب به نظر میاد یک سری مشکلات عصبی گریبانگیر بیگرامی شده دقیقا درست هم است چون که توی تک تک آبدیت هایی که از بیگرامی میدیدیم همه انتظار داشتیم یک قول 300 پوندی با یک بدن آماده و العاده کات روی استج مستر اولمپیا بیاد اما دقیقا برعکس اون رخ داد و یک نامیدی بزرگ برای بیگرامی و طرفدارانش بود توی داور مستر اولمپیا هم میگه که همه ما داورها مسلما تحت تاثیر تصاویر و ویدیوهایی که توی شبکه اجتماعی است قرار میگیریم اما خب موارد خیلی زیادی وجود داشته که یک بدن ساز که اینستاگرام یک بدن فوق العاده ای رو داشته باشه اما روی استیج اصلا خوب نباشه تریک میگه که وقتی بیگرامی قدم روی استیج گذاشت من فکر کردم بدن اون واقعا خوب به نظر میرسه مخصوصا وقتی که در حال راه رفتن روی استیج بود اما به محض اینکه اون شروع به فیگور گرفتن کرد من متوجه شدم که میت سکشن یا میانتنه اون آبدار به نظر میرسه تیویک میگه که بزرگترین سپرایزی که برای من اتفاق افتاد تیو فیگور از پشت بود که نیمه پایین از پشت اون کاملا خالی بود و اینجا تیویک به یک نکته خیلی خیلی جالب اشاره میکنه که من تا الان متوجه نشده بودم و بهش توجه نکرده بودم اون به نوع فیگورگیری بیگرامی اشاره میکنه که اگر دقت کنید بیگرامی اصلا زیر بغلای خودش رو موقع فیگور گرفتن باز نمیکنه و اونها رو به هم چسبونده که این واقعا یک اتفاق خیلی غیر عادیه و هیچ وقت سابقه نداشته که هیچ بدنسازی روی ستج و حتی یک قهرمان مس المپیا با چین استایلی فیگور جوفوز از پشت خودش رو بگیره و معلوم نیست که چرا بیگرامی این کار رو انجام داده چیزی که تیوی کت میزنه اینه که بیگرامی این کار رو از روی عمد انجام داده و غیر ممکنه یا به اشتباه این کار انجام شده باشه اون میگه که من برام مهم نیست که آیا این یک آسیب دیدگی بوده یا از عمد این کار رو انجام داده بلکه این مهمه که شما وقتی فیگورها رو به درستی اجرا نمی کنی هیچ وقت نمیتونی قهرمان مثل المپیا بشی و به نظر شخص من اینه که ما بیگرامی رو از سال 2013 داریم روی استیج میبینیم و اون یک حرفه ای و میدونه که چجوری فیگور بگیره و چجوری زیر بغل های خودش رو باز کنه و اون دوبار قهرمان مثل اولمپیاست پس وقتی من این رو دیدم گفتم که این میتونه یک آسیب دیدگی باشه و وقتی که جلوی میلیون ها تماشاگر این کار رو انجام میده به من اثبات میشه که یک آسیب دیدگی اینجا وجود داره در ادامه هم تریک میگه که این سقوط قهرمان مس به مقام پنجمی یک اتفاق خیلی عجیب و خاص بود اما خب ما قبلا هم این مشکلات رو دیدیم که به خاطر آسیب دیدگی قهرمان مس شکست بخوره برای مثال رونی کولمن فیگور دچار آسیب دیدگی شد و داشتن و فیل هم مشکلات شکم رو داشت و به محض اینکه یک قهرمان مثل اولمپیا دچار آسیب دیدگی میشه حتی بهترین اونها در تاریخ دیگه نمیتونه برگرده هم به خاطر سن بالا هم به خاطر این آسیب دیدگی چیک میگه که من شخصا دوست دارم که بیگرامی برگرده اما خب با توجه به تاریخچه‌ای که از مستر المپیا میدونیم این کار عملا سخته چون که خیلی از این بزرگانی که اسبردم به محض اینکه دچار آسیب دیگی شدن دیگه نتونستن برگردن کریک seeing... هم توی تحلیلی که از فیگور پشت بازو از بغل بیگرامی داره میگه که این بیگرامی اون ورژنی نبود که از اون دیده بودیم هیچ جزئیات و کاتی رو من توی قسمت میانتنه اون نمیبینم و همینطور رامی کسی بود که توی این فیگور یک کات خارقلاده و فوقلادهی رو توی بغل پای خودش داشت که الان با اینکه هنوز میشه این تفکیک رو دید اما به اندازه سال 2020 و 2013 بیگرامی این کاتا عمیق و با جزئیات نیست. This is a little bit blurry. Big Rami is a phenomenal bodybuilder when his conditioning is up to par. You can see the separation in his glutes. He's had more separation than this. Aaron, if we can just press play a little bit until he opens the back. Stop right there. This back double biceps. ی تحلیل فیگوری جو از پشت هم، تیوی به کات عضلات باسن و پشت پای بیگرامی اشاره میکنه و میگه که توی این تصویر خوب دیده میشه، اما در گذشته اینا خیلی بهترم بوده. در آخر هم دقیقا روی مانیتور نشون میده که بیگرامی اصلا لطهای خودش رو توی این فیگور باز نمیکنه و این یکی از دلایل مهم مقام نیاوردن بیگرامی بود تیک میگه که بیگرامی علاوه بر اینکه قسمت پایین پشت اون هیچ عضلهای نداره بلکه حتی کریسمسی پشت اون هم اصلا دیده نمیشه اما این مشکل توی بیگرامی که دو بار قهرمان مثل اولمپیاس و یکی از حجیمترین و بهترین های دنیاست باید بگم که یک آسیبه و هیچ کس نمیتونه من رو قانع کنه که قهرمان دو دوره مثل اولمپیاس زیر خودش رو به دلیل دیگه غیر از آسیب دیدگی باز نکرده. Here in Big Rami is a two-time Mr. Olympia. The guy was the best bodybuilder in the world. He's a phenomenal bodybuilder. He's a mass monster. He's genetically gifted. This here has to be an injury. You can't convince me, America, the world. You can't convince me that a two-time Mr. Olympia is not opening his back double biceps for. any other reason میگه که من فقط داور هستم و برام مهم نیست که این آسیب دیدگی از کجا آمده و چرا ایجاد شده اما خب من ده ساله که دارم این بدنساز رو داوری میکنم و باید بگم که این قطعا یک آسیب دیدگیه خب توی ویدیویی که شب گذشته منتشر کردم در مورد بیگرامی و شروع درمان اون با سلول های بنیادی صحبت کردم در مورد علت این آسیب دیدگی هم همینطور که گفتم تئوری مختلفی مطرحه بیشتر این تئوری که مطرح میشه در مورد وجود سینتول و مواد روغنی توی این عضلات هست که بعد از مدتی باعث شده اون ارتباط عصب و عضله از بین بره و در نهایت عضلات اون دچار آتروفی یا ریزه شدن خب توی این ویدیو چنل مسترن پیان به این موضوع اشاره نمیکنن و بیشتر در این مورد صحبت میکنن که احتمالا به خاطر یک آسیب دیدگی حین تمرین و مشکلاتی مثل دیسک کمر باشه که باعث شده این اتفاق رخ به. همینطور که قبلا هم گفتم این اتفاق خیلی بعیده چون که علاوه بر ازالات پشت بیگرامی اون توی برخی عضلات دیگه مثل پشت بازو و چهار سر پا دچار چنین مشکلات و آتروفیایی شده که باعث میشه تئوری وجود سینتور و مواد روغنی که در گذشته توی بدن اون بوده بیشتر بشه الان تنها و تنها شانسی که برای بیگرامی باقی مونده فردی به اسم دکتر خان هست که درمان بیگرامی رو با سلول های بنیادی شروع کرده و باید ببینیم که آیا این سبک درمانی جدید میتونه باعث بشه که قهرمان دو دوره مستر المپیا کامبک بزنه یا نه اولین نتیجه ای این درمان رو ما حدود 20 روز دیگه روی استیج آرنولد کلاسیک 2023 میبینیم جایی که بیگرامی قرار هست برای اولین بار بعد از از دست دادن مقام قهرمانی مستر روی استیج بیاد و یک رقابت جذابی رو با تمام های بدن دنیا داشته باشه خیلی ممنون که تا آخرین ویدیو با من همراه بودید حتما کانال یوتیوب و پیج اینستاگرام ما رو دنبال کنید اسپانسر ما هم برند مکملی ایوژن آمریکا است که شما میتونید از سایت ایوژننوتریشن.کام با 10 درصد تخفیف خرید کنید 3